سلام بر شما، به خبر 21 خوش آمدید. بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 66 طرح عمرانی در شیراز با حضور وزیر کشور. آقای مؤمنی: پیگیر جدی تکمیل طرح ها هستیم، اجازه نخواهیم داد طرحی بلا تکلیف رها شود. اگر پروژه ها در موعد مقرری که اعلام شده به بهره برداری نرسه، باید پاسخگو باشن حتما و این پیگیری خواهد شد. وزیر سمت هم در سیستان و بلوچستان از معدن طلای تفتان، یکی از بزرگترین معادن طلای کشور، بازدید کرد. آغاز به کار نمایشگاه ایران نوشت با عرضه محصولات نوشت افزار تولید کنندگان برتر کشور، نمایشگاهی با حال و هوای بوی ماه مهر. نمایشگاه خدا رو شکر عالیه، همه جنس ایرانی بود، بعد از شخصیت های خودمون استفاده شد، جنسایی که بخواستیم و داشت و قیمتاش هم مناسب بود. هدفمون این بود که نوشت افزار ایرانی بخریم، وسایل متنوع‌تر و کامل‌تری داره. در گفتگوی ویژه خبری بررسی میکنیم آیا نوشت افزارهای ایرانی توانستن نبض بازار داخلی را در دست بگیرن، فرصت‌ها و چالش‌های فعالان این حوزه برای معرفی شخصیت‌ها و نمادهای ایرانی اسلامی چیست؟ و خیز غرب برای ایجاد انحصار در حوزه هوش مصنوعی، فاینانشال تایمز. آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا در آستانه نهایی کردن معاهده الزام‌آور در استفاده از هوش مصنوعی هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب بخیر بینندگان ارجمند، مشروع خبرهای ساعت 21 رو تقدیم حضورتون میکنیم. شیراز روی ریل عمران آبادانی. امروز با حضور وزیر کشور 66 طرح عمرانی در شیراز افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد. آقای مؤمنی در مراسم افتتاح این طرح ها تاکید کرد رویکرد وزارت کشور اولویت بندی طرح‌ها و تعیین تکلیف آنها بر اساس تاثیرگذاری اقتصادی و ایجاد اشتغال است. آقای مؤمنی امروز در شیراز هم طرح افتتاح کرد و هم دستور آغاز ساخت طرح را داد. طرح‌هایی که افتتاح شد 14 زمین چمن مصنوعی با اعتبار 32 میلیارد تومان به همت شهرداری شیراز بود. با تمرکز بر در واقع کم برخورداری مدارس و مناطق در واقع محرومتر، در واقع این مجموعه ها احداث شد که صبحها در اختیار دانش آموزه از قرار بگیره و عصرها و شب در اختیار مردم محل و منطقه قرار بگیره. در مجموع 66 طرح با اعتبار 12 هزار میلیارد تومان که امروز با حضور وزیر کشور افتتاح و یا ساخت اونها آغاز شد. عملیات اجرایی فاز دو بزرگراه شهید آیت الله رئیسی هم امروز کلید خورد. چندین تقاطع میخوره، تونل وسط توی مسیر هست و چندین پل آبرا. اعتبار این طرح 7900 میلیارد تومانه. بزرگراه شهید آیت الله رئیسی که انتهای اون به منطقه دوکوهک متصل میشه، قراره تا 3 سال آینده به بهره برداری کامل برسه. وزیر کشور در مراسم آغاز ساخت فاز دو این بزرگراه گفت هر طرحی که بناست ساخت آن در کشور آغاز بشه، باید حتما تا مرحله افتتاح تأمین اعتبار صورت گرفته باشه. اگر پروژه ها در موعد مقرری که اعلام شده به بهره برداری نرسه، باید پاسخگو باشن حتما و این پیگیری خواهد شد. دیگه کشور جا نداره که ما پروژه هایی رو، منابعی رو بهش اختصاص بدیم و بعد اون رها بشه. این منابع به سختی به دست میاد و تبدیل به پروژه های نیمه تمام میشه و روی خاک میمونه و مردم هم میبینن و هم احساس ناامنی ذهنی به وجود میاد و هم کارآمدی همه ما زیر سوال میره. آقای مؤمنی امروز از محله سنگ سیاه، یکی از محله های قدیمی شیراز هم بازدید کرد. وزیر کشور در این بازدید گفت این بافت تاریخی ساماندهی و به یک مکان گردشگری تبدیل شد. با اقداماتی که صورت دادن و ترمیم در واقع بافت ها و ایجاد فضاهای سنتی و بومگردی، الحمدلله این منطقه که
زمانی در واقع جزء حاشیه‌های شهر محسوب می‌شد و شرایط مناسبی نداشت. امروز حتی گردشگرم میاد برای بازدید از اینجا. آقای مومنی از تدوین دستورالعملی جامع برای ساماندهی اتباع خارجی در شهرها هم خبر داد. محمد استانشری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم امروز در دومین روز سفر به سیستان و بلوچستان از معدن طلای تفتان بازدید کرد. معدن طلای تفتان که سال 1401 به بهره برداری رسیده، همکنون با ذخیره بیش از 100 میلیون تن کان سنگ طلا از بزرگترین معادن طلای کشور است. فکر میکنم آینده استان انشالله تعالی اگر ما رو بخش معدن یه مقدار بیشتر سرمایه گذار بتونیم جد بکنیم و انشالله تو استان هم حمایت بشن، یعنی مردم هم انشالله تعالی حمایت کنن با پشتیبانی که الحمدلله هم نمایندگان کردن هم آقای استاندار کردن از مجموعه اقداماتی که انجام شده، به نظرم میاد استان داره فاصلش رو با میانگین کشور کم میکنه و انشالله چشمانداز روشنی جلو هست. آقای عطابک پس از بازدید از معادن سیستان و بلوچستان در جمع فعالان اقتصادی این استان حضور یافت و مشکلات معدنکاران را بررسی کرد. وزیر صمت در این نشست تاکید کرد برای جذب سرمایه و توسعه معادن استان تعاونی ها باید تقویت شود. اما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد از تکمیل 2460 طرح روی زمین مانده با کمک بخش خصوصی خبر داد. استان یزد ظرفیت بزرگ جهش رو در هم حوزه گردشگری و هم صنایع دستی دارد. یک رویداد بزرگی رو که رویداد بلمرالیس یزد انتخاب شد و اون رو دنبال خواهیم کرد، حضور وزرای گردشگری کشور آسیایی است. اون رویداد میتونه دو تا دستاورد مهم داشته باشه. دستاورد اولش این است که ما به وزرای کشورهای آسیایی بگیم که به ملت‌هاشون بگن که ایران امنه، و دو این که اونها رو تقاضا کنیم دعوت کنن که جامعه بزرگی که ما در آسیا داریم که چند میلیارد جمعیت هست بیان در ایران ما و همه مناطق ایران گردشگر بفرستن و این فضایی که به ناحق ایجاد شده از سوی رسانه‌های بیگانه شکسته بشه. ما باید زنجیر ایران حراسی رو بشکنیم. سفرهای استانی رئیس جمهور دیروز با سفر به استان خراسان رضوی و زیارت حرم امام رضا علیه السلام کلید خورد. سفرهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نخستین دوره ریاست جمهوری بنای آن گذاشته شد. آقای خامنه‌ای بفرمایید علت این که امروز به این روستا تشریف آوردید و در امر جمع‌آوری محصولات به کشاورزان کمک کردید چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باید بگم که این شانس ما بود و توفیق الهی شامل حال ما شد که بتوانیم بیاییم به این روستا که در حدود 50 کیلومتری قم هست و در مزرعه یک خانواده شهید پرور که ایشون پدر اون خانواده هستند. نام آن روستا در 50 کیلومتری قم فردو بود. آقای خامنه ای رئیس جمهور آن روزهای ایران دقایقی را با پیرمرد صاحب مزرعه خم شد و داست چرخاند و گندم درو کرد. کمی پیش از آن کنار راننده بولدوزر ایستاد و این چند ثانیه تصویر دستاورد تصویربردارهای حاضر شد و کمی بعدتر با مردمان آن حوالی نشست. میان همین نشست و برخاستها حرفهایشان را شنید. آن روز 25 خرداد سال 65 بود. اشایر شارمحال و بختیاری‌اند. رئیس جمهور سال 63 به استان آنها سفر کرد. لازم می‌دانستم که از نزدیک خودم شما رو در خانه تان و در محل زندگیتان ببینم. رئیس جمهور آن روز ایران برای همین سفر میکرد، برای باخبر شدن از اوضاع واقعی مردم، پیگیری وعده‌های مسئولان، برای مشاهده چیزهایی که در صادقانه ترین گزارش‌های مکتوب هم کمتر به چشم می‌آمد. سفر به مناطق محروم کشور و دیدار با مردم اون مناطق و
از نزدیک مشاهده مشکلات و مسائل اونها رو ما در برنامه قرار دادیم. این سفرها در همان دوره به تعداد استانهای کشور تکرار شد و بعدتر در دوران رهبریشان بر انقلاب اسلامی هم استمرار داشت. من که به این محل شما آمدم، به این روستا آمدم، برای این است که اولا با شما مردم عزیز از نزدیک دیدار کنم، ثانیا مسئولین کشور متوجه بشن به روستاها. هر بار پس از سفرها فهرستی از مطالبه های مردمی و طرحهای استانی آماده و پیگیری می شد. جلسه هایی برای بررسی و تصویب طرحها برگزار می شد و مکرر پیش می آمد که مدتی بعد نماینده هایی برای پیگیری آن مصوبات مأمور به سفر به آن استانها شدند. اطلاع از متن اون چی که در زندگی مردم می گذره با کارتابل و گزارش کتبی امکان پذیر نیست. باید برید ببینید، بشنوید، از خود مردم بشنوید. وقتی انسان میره میشنوه میبینه با اون چه که ما در گزارش به ما رسیده تفاوت‌های زیادی وجود داره. گزارش نشون نمیده واقعیت رو. برید با مردم گرم بگیرید، صحبت کنید. یه جاهایی مختزیست، توی شهرستانی، توی روستایی برید خونه مردم، تو منطقه زلزله زده، سیل زده برید تو چادر مردم، برید ببینید، بشنوید از اونها، بر اساس اینها اون وقت دست میگیره. بنابراین حضور در مردم خیلی خوبه، سفر استانی خیلی خوبه. آن روز که 80 روز از بهار سال 65 بود در روستای فوردو، خبرنگار دلیل این سفرها و بازدیدها را هم پرسید. کلا انقلاب اون حرکتی است، اون تحولی است که کارها رو به روال خاص خودش سازماندهی میکنه و طبیعی است که بایستی همه کارها جهادی بشه. انقلابی که رخ دادش با هیچ یک از نظریه‌های سیاسی و اجتماعی دنیا جور در نمی‌آمد، ادارهش هم با مشی رایج مقامات دنیا نمی‌خواند. رئیس جمهور آن روز بنای سفرهای استانی را بر همین مبنا گذاشت. فرمانده نیروی دریایی سپاه از آمادگی رزم یگانهای عملیاتی مستقر در جزایر ایرانی سگانه در خلیج فارس بازدید کرد. دریادار علیرضا تنگسیری با اشاره به جایگاه مهم جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره بوموسا گفت توانمندی دفاعی این جزایر به طور مستمر افزایش می‌یابد. در بازدید سردار تنگسیری آمادگی بخشی از تجهیزات جدید ملحق شده به یگانهای جزایر ایرانی شامل سامانه‌های موشکی راهبردی کروز ضد ناوشکن ارزیابی شد. الحاق آخری که ما انجام دادیم و سامانه‌های قابل توجهی رو وارد سازمان آوردیم، بخشی از اینها رو در نازعات ما استفاده کردیم و داریم استفاده میکنیم. همون سامانه‌ها رو بررسی میکنیم که وضعیت به چه شکل است. سلاح‌ها رو عموماً سلاح‌های نو و بروز استفاده کردیم. به عنوان اصلی ترین مأموریت ما در جزایر نازعات اینا رو آوردیم در جزایر نازعات به کارگیری کردیم. ما بارها گفتیم پیام ما به دوستانمان، به کشورهای مسلمان، دوستی و برادری است و پیام ما به دشمنان ما و کسانی که بخوان در مقابل ملت ما بیستن قطعا محکم است. اجلاس مجمع همکاری چین آفریقا در پکن آغاز به کار کرد. نمایندگان بیش از 400 شرکت، انجمن تجاری و سازمان‌های مختلف از 53 کشور آفریقایی در این نشست حضور دارند. فرش قرمز چین زیر پای رهبران آفریقایی. سران 53 کشور از قاره فرصت‌ها وارد پکن شدند. بر روی بنرها اینجا نوشته شده چین و قاره آفریقا برای آینده‌ای بهتر متحد می‌شوند. بزرگترین رویداد دیپلماتیک چین در سال‌های گذشته است. رئیس جمهور چین می‌گوید برای بهبود مدیریت بین‌المللی به دنبال تقویت همکاری بین چین و آفریقاست.
وزیر امور خارجه چین هم از ظهور جنوب جهانی به نمایندگی چین و آفریقا صحبت کرده که بر تاریخ جهان اثر خواهد گذاشت. رئیس بانک صنعتی و تجاری چین هم میگوید چین به دنبال بازی برد برد در آفریقاست. ما منابعی را برای حمایت از بخش‌های کلیدی در آفریقا اختصاص خواهیم داد. این امر باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌های مالی در حوزه‌های مانند کشاورزی، تولید، انرژی‌های نو، اقتصاد دیجیتال و نیروهای مولد با کیفیت جدید خواهد شد. سرمایه گذاری های قابل توجه پکن برای ساخت زیرساخت های بیشمار و اعزام صدها هزار کارگر و مهندس به آفریقا در سالهای گذشته. در طول 11 سال گذشته شرکت‌های چینی در ساخت و بازسازی بیش از 10,000 کیلومتر راه آهن، نزدیک به 100,000 کیلومتر بزرگراه، 1,000 پل، 100 بندر، 66,000 کیلومتر خط انتقال و توزیع برق و 150,000 کیلومتر شبکه ارتباطی پایه در کشورهای مختلف آفریقایی مشارکت داشتند. چین داره خیز برمی‌داره برای رهبری جهان. این کشورهایی که الان در پکن جمع شدن بعدها پیروان چین خواهند بود. طبق داده هایی که توسط دانشگاه بوستون آمریکا تهیه شده، سرمایه گذاری چین در کشورهای آفریقایی در سال جاری میلادی به بالاترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده. چین امروز با تجارت نزدیک به 168 میلیارد دلار شریک تجاری پیشرو آفریقاست. این قاره در قلب جاده های ابریشم جدید قرار دارد. ابتکاری که توسط پکن برای تضمین دسترسی به منابع طبیعی آفریقا در ازای سرمایه گذاری های عظیم راه اندازی شد. و حالا این نشست در حالی برگزار می شود که رقابت بین آمریکا و چین برای نفوذ بیشتر در قاره سیاه ادامه دارد. آمنه سادات ذبیح پور، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس جمهور روسیه با استقبال از همکاری با ایران در حوزه گازی گفت این همکاری فرصت‌های عظیمی را برای دو طرف ایجاد می‌کند. ولادیمیر پوتین در نهمین مجمع اقتصادی شرق در ولادیوستوک روسیه با اشاره به موفقیت روابط بریکس گفت امروز بیش از 50% تولید ناخالص داخلی جهانی به کشورهای در حال توسعه و 1/3 تولید ناخالص داخلی جهان به کشورهای بریکس تعلق دارد. ما می‌بینیم که روابط تجاری در حال تغییر مسیرهای تجاری به سمت شرق است. امروز بیش از 30 کشور تمایل خود را برای همکاری با بریکس اعلام کرده و برخی‌ها به این نهاد پیوستند. ما و شرکای ما در بریکس از ارزهای ملی استفاده می‌کنیم و این یک روند طبیعی است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در آستانه رکود هستند و وضعیت آنها از این هم بدتر خواهد شد. فرار مکرون از استیضاح در 51مین روز با معرفی نخست وزیر جدید. 2 ماه پس از اعلام انحلال مجلس و 50 روز بعد از استعفای نخست وزیر فرانسه، امانوئل مکرون بالاخره به بنبست سیاسی فرانسه پایان داد و میشل بارنیه را به طور رسمی به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کرد. بارنیه 73 ساله پیش از این در دوران ریاست جمهوری ژاک شیراک و نیکولا سارکوزی سابقه وزارت در دولت‌های فرانسه را داشت و از سیاستمداران متمایل به احزاب راست میانه است که امانوئل مکرون ریاست یکی از این احزاب را بر عهده دارد. مکرون امیدوار است با انتخاب بارنیه بتواند حمایت راست‌های افراطی را به دست آورد و دولت ائتلافی تشکیل دهد. فرانسه از ماه جولای یعنی تیر ماه و شکست مکرون در انتخابات زودهنگام پارلمانی در بحرانی سیاسی قرار گرفته و پارلمان این کشور عملاً به سپاره چپ، میانه و راست افراطی تقسیم شده که هیچ یک اکثریت را در اختیار ندارند. آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به زودی نخستین معاهده قانونی هوش مصنوعی را امضا می‌کنند. به نوشته فاینانشال تایمز، این نخستین معاهده بین‌المللی حقوقی الزام‌آور درباره استانداردهای استفاده و توسعه هوش مصنوعی است که 2 سال پیش بیش از 50 کشور آن را تدوین کردند. شورای اروپا گفته این معاهده هم راه‌های مهار خطرهای هوش مصنوعی و هم قواعد پاسخگویی و مسئولیت پذیری شرکت‌ها و مصرف کنندگان این فناوری را در نظر دارد. این معاهده همچنین شامل مقررات جامعی درباره توسعه استقرار و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در بازار داخلی اتحادیه اروپا است.
اما خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اینجا در استودیو همراه ما هستند تا توضیحات بیشتری رو از ایشون بشنویم. خانم رهنما سلام بر شما، بفرمایید این معاهده دقیقاً قرار چی کار کنه؟ سلام به شما و بینندگان محترم شبکه خبر. ببینید این معاهده همونطوری که شما هم حالا توی خبری که خوندید اشاره کردید خیلی کلی‌تر، این معاهده با محوریت شورای اروپا در واقع تدوین شده. شورای اروپا گفته که ما می‌خوایم کاری بکنیم که هم بشه از مواهب هوش مصنوعی و نوآوری‌های این حوزه بهره‌برداری خوبی داشته باشیم، هم خطراتش رو مدیریت بکنیم و مهار بکنیم. یکم با جزئیات بیشتر بخوایم درباره کاری که این معاهده می‌کنه حرف بزنیم، این در یک نسخه اولیه‌ای که الان در وبسایت شورای اروپا در دسترس هست 36 تا فصل داره. مثلا بعضی از فصل ها رو من بخوام خدمتتون نام ببرم که کمک کنه بگیم میخواد چه کار بکنه. یکیش هست با عنوان راهکارهای محافظت از حقوق بشر و هوش مصنوعی، یا مثلا یک سرفصلی داره تحت عنوان سواد رسانه‌ای، یا سرفصل دیگری داره با عنوان در واقع پاسخگویی و مسئولیت پذیری مصرف کنندگان و توسعه دهندگان و ارائه دهندگان هوش مصنوعی. بله فضا تقریبا این همچین فضایی هست. درسته. خب بفرمایید چه کشورهایی حالا ملزم هستن که این معاهده رو اجرا بکنن؟ ببینید در بحث ملزم بودن و حالا این پدیده الزام آوری، چون که حقوق بین الملل گستردگی ها و ظرافت های خاص خودش رو داره، بله، احتیاج هستش که این معاهده امضا بشه، اجرایی بشه و چون خود پدیده هوش مصنوعی به ویژه هوش مصنوعی مولد و حالا شکلی از هوش مصنوعی که این روزها مردم بیشتر باهاش آشنا شدند و دسترسی بهش دارن نوپدید هست و احتیاج هست برای اینکه بتونیم درباره الزام آوری حرف بزنیم یه مقدار از اجرای این معاهده بگذره، بعد کارشناسان حقوق بین الملل بهتر میتونن در موردش صحبت بکنن. ولی در همین حدی که الان در رسانه ها دربارش حرف زده میشه، من حالا بعضی از رسانه هایی که گفتن طرف حسابای این معاهده چه کشورهایی هستند و اینها رو برای شما میخونم. بله. به طور مثال فاینانشال تایمز، آمریکا، انگلیس و کشورهای عضو شورای اروپا رو امضا کننده های این معاهده در واقع خطاب کرده. بله. در این حال از کشورهای مثل استرالیا و ژاپن یاد شده به عنوان کشورهایی که از 2 سال پیش که این معاهده داشت طراحی میشد اینا هم همراهان این طراحی بودن. به علاوه حالا 48 کشور دیگه، درسته؟ چون گفتیدم 50 کشور. اون 46 تا از اون کشورها اگر درباره عددش اشتباه نکنم اعضای شورای اروپا هستند. بله. کشورهای عضو شورای اروپا هستند. باقی کشورها کشورهای غیر اروپایی هستند. اما یه موردی که شاید جالب باشه اشاره بکنیم، یورو نیوز نوشته بود که همه کشورها اگر که بتونن به این الزامات در واقع پایبند بشن واجد شرایط پیوستن هستند. حالا اینکه این شرایط با جزئیات باید بیرون بیاد. درسته. خانم رهنما خیلی کوتاه بفرمایید چرا توجه به این معاهده مهمه؟ ببینید ابعاد هوش مصنوعی در زندگی ما خیلی داره گسترده میشه، از اقتصاد تا جنبه‌های نظامی تا هنر و زندگی روزمره. اینها متحول خواهد شد اونطور که کارشناسان میگن با هوش مصنوعی. بنابراین خب حساس هستن فعالان این حوزه، قدرت ها در واقع کشورهای توسعه یافته روی این در واقع پدیده. مثلا من با 2-3 تا مثال بخوام بهتون بگم، نخست وزیر انگلیس میگه که انگلیس باید بشه پایتخت هوش مصنوعی دنیا، یا رئیس جمهور فرانسه میگه اروپا باید عقب ماندگی هاشو توی این حوزه جبران بکنه و باید سرمایه گذاری بکنه. این نشون میده که الان مثلا توی کشور ما هم فعالان بخش خصوصی، بله، بخش غیر خصوصی باید نسبت به همچین معاهده‌ای در واقع تحولاتش رو با حساسیت دنبال بکنن و بدونن که در واقع این اتفاقات مهمه و باید روی این اخبار و اطلاعات در واقع، بله، تمرکز و حساسیت. خیلی متشکریم از شما خانم فاطمه رهنما، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. با شما خداحافظی میکنیم. ادامه خبرها. انتشار نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد مبنی بر ابهام در اعطای وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس امروز خبرساز شد. وزیر اقتصاد در واکنش به این نامه اعلام کرده موضوع به سرعت رسیدگی می شود. رئیس هیئت مدیره سازمان بورس هم ساعتی پیش درباره این وام ها توضیح داد و گفت پرداخت تسهیلات برای همه کارکنان بورس بوده. پرداخت تسهیلات در سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و بر اساس قوانین و مقررات بوده و اینکه گفته میشه که هیئت مدیره سازمان برای خودش وام تصفیب و پرداخت کرده قطعا یک دروغ بزرگه. شورای عالی بورس بر اساس ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت در واقع تعیین حقوق و دستمزد
و مزایای اعضای هیئت مدیره سازمان بورس رو بر عهده داره. لذا این مبالغ بر اساس مصوبه شورا پرداخت شده. این مصوبه صرفا برای اعضای هیئت مدیره نبوده، برای کل کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار بوده. سازمان بورس به خاطر شرایط خاصی که داره و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیرانش وجود داره، لازم هست که این تسهیلات پرداخت بشه و شورای عالی بورس هم بر اساس همین این اقدام رو انجام داده. دهمین نمایشگاه ایران نوشت با عرضه نوشت افزارهای ایرانی آغاز به کار کرد. به گفته دبیر این نمایشگاه، بیش از 100 تولید کننده برتر آخرین محصولات خودشان را عرضه می کنند. نمایشگاه ایران نوشت تا پایان شهریور از ساعت 15 تا 22 در مصلی امام خمینی تهران میزبان علاقمندان است. مفتخر هستیم که دفاترمون رو با تولید طرح‌های ایرانی اسلامی داریم انجام میدیم و اینکه توی نمایشگاه ایران نوشت تا جایی که میتونیم داریم قیمت‌ها رو با قیمت همون اصطلاح تولیدی خودمون کف قیمتی میذاریم که قدرت مردم بتونن توان خریدش رو داشته باشن. خدا رو شکر عالیه. فکر کنم امروز اولین روزش بود که ما اومدیم، نسبت به روز اول بودنش استقبال خوبی شده. من محصولات رو نگاه می‌کردم، انصافاً محصولات خوبی بود. نمایشگاه ایران نوشت همزمان در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز، قم و یزد هم برپا شد. هدفمون این بود که نوشت افزار ایرانی بخریم، طرحی باشه که مناسب ملی سازی شده باشه، طرحی خارجی نباشه. چیزایی لازم داری برای مدرسه؟ مداد، دفتر، پاکون. کلاس پنجم میخوای بری، چیا لازم داری بخری؟ مداد رنگی، دفتر، خودکار، دیگه باتری. امید این میایم که اینجا دفترچه‌هایی که هست مال شهید هست، درسته؟ فقط به امید این میایم چون تو محدوده شهر نمیتونه گیر بیاد. اولویت هم یه محصول ایرانی با کیفیته. تولید داخلی یه چیز دیگه است، کیفیت هم مهمه که اومدیم. خب حالا میبینیم خدا رو شکر کیفیت ها خوبه. یه ارزش خیلی بزرگه، هم به کارخونه ها کمک میشه، به کارگرها کمک میشه، اقتصاد خود مملکت خودمون بیشتر اینجوری رشد میکنه. به گفته دبیر این نمایشگاه، بیش از 100 تولید کننده برتر نوشت افزار ایرانی آخرین محصولاتشان را در این نمایشگاه عرضه می کنند. تعدادی از موکبداران دهه پایانی سفر تجلیل شدند. امسال بیش از 5 میلیون زائر در دهه پایانی ماه سفر به مشهد و رضا مشرف شدند که بیش از 450 هزار نفر از آنها زائر پیاده بودند. خادمان هم در 1250 موکب به آنها خدمت کردند. موکب هایی که گام در مسیر عشق و ارادت اهل بیت گذاشتند و در دهه پایانی سفر پذیرای خیلی بیشمار زائران شدند. فکر میکردیم خونه خودمونه، انقدر با دل کار میکردیم، چون این کارا به جز دلم کار دیگه نیست، فقط دلیه. یه زائرینی که با پای پیاده، با پای دل، با پای جان تشریف میارن، ما با جان و دل پذیرای این عزیزان هستیم. 40 نفر خادمی، مردی که همراه بود و خانواده هاشون که با ما خدمت میکرد، چقدر گریه میکردن وقتی ما این موکب جمع میکردیم، این لامپامون در آوردیم، این وسایل آشپزخونه جمع میکردیم، داشتیم بار میزدیم. خدا شاهده آقا این خدمت رو از من نگیره و بتونم تا لحظه ای که نفس میکشم خدمتگزاران زائر غالب بشم. به پای قدردانی از این خادمان حریم رضوی، امروز در مراسمی با حضور تولیت آستان قدس رضوی از موکبداران قدردانی شد. سلام خواهم کرد از همه عزیزانی که امروزها از کشورهای مختلف، کشورهای همسایه و به ویژه در این مراسم تولیت آستان قدس رضوی، خدمت رسانی موکبداران به زائران را جلوه ای از محبت قلبی نسبت به ائمه اطهار دانست و گفت: خوشنود میکنید امام رضا را و خوشنودی امام رضا علیه السلام طبق سلامات مسئوله از امام اصغر علیه السلام خوشنودی خدا برد.
موکبداران تلاش کردند علاوه بر پذیرایی از زائران، نیازهای دیگر آنان را نیز برطرف کنند. بیش از 1250 موکب در مسیرهای منتهی به مشهد و خیابانهای اطراف حرم مطهر رضوی خدمت رسانی به زائران آقا علی ابن موسی رضا در دهه پایانی سفر را بر عهده داشتند. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس. وزیر امور خارجه تاکید کرد صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای تنها یک اولویت نیست، بلکه یکی از استوانه‌های امنیت ملی ایران است. آقای عراقچی با انتشار پیامی در فضای مجازی افزود هر تهدیدی علیه تمامیت ارضی همسایگان یا ترسیم دوباره مرزها، چه در شمال، چه در جنوب، چه در شرق و چه در غرب، کاملا غیر قابل قبول و برای ایران خط قرمز است. خب همکنون گفتگو میکنم با آقای تبریزی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام بر شما، بفرمایید پیام آقای عراقچی در واکنش به دقیقا چه اتفاق یا اظهار نظر خاصی بوده و این اظهارات چه پیامی برای همسایگان ایران داره؟ عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین بینندگان شبکه خبر. در خصوص پیامی که امروز آقای عراقچی در شبکه فضای مجازی خودشون منتشر کردن، چند نکته رو میتوانیم بهش اشاره کنیم. ببینید، پیام آقای عراقچی در زمانی صادر شد که چند روزی از اظهار نظر مقامات روس بر این اساس که روس‌ها خواهان بازگشایی مسیرهای مواصلاتی میان آذربایجان و منطقه نخجوان هستند از خاک ارمنستان، چند روزی است که این شایعه رو به وجود آورده که روس‌ها می‌خواهند یک کریدوری رو در اختیار آذربایجان قرار بدن و شاهد تغییر مرزهای شمال غرب کشورمون باشیم. خب آقای عراقچی به عنوان وزیر خارجه کشور و فرد اول در دیپلماسی کشور با توییتی که انجام دادند سعی کردند موضع قطعی ایران رو در قبال این قضیه روشن کنند. ببینید، دو نکته مهم داشت به نظر من این توییت. نکته اول که میتونیم بهش توجه کنیم، تأکید مجدد آقای عراقچی به سیاست‌های تغییرناپذیر جمهوری اسلامی در قبال تغییر مرزها، به خصوص مرزهای شمال غرب کشور و مرز ارمنستانه. البته این موضوع بارها توسط مقام معظم رهبری در دیدارها و نشستهایی که انجام دادن، در دیدار با آقایان پوتین، اردوغان و پاشینیان، بارها بر این موضوع تاکید شده و امروز آقای عراقچی دوباره به عنوان نفر اول دستگاه دیپلماسی بر این موضوع تاکید داشتن. نکته دومی که میتونیم بهش اشاره کنیم و نکته مثبتی هم هستش اینه که آقای عراقچی شاید اسم گذر از اظهار نظرات هیجان زده است که در فضای رسانه‌ای کشور در چند روز گذشته اتفاق افتاده و ایشون بدون اشاره به یک کشور خاصی سعی کردن سیاست‌های تغییرناپذیر کشور رو در قبال همسایگان و روندهای جاری در منطقه بیان کنند. سعی کردن نشان بدهند که جمهوری اسلامی با هر کشوری، حالا فرق نمی‌کنه، می‌تواند روسیه، آذربایجان یا هر کشور دیگری باشد، که خواهان تغییر در ساختارهای مرزی جمهوری اسلامی است، به طور کامل ایستادگی خواهد کرد و منافع جمهوری اسلامی به هر شکلی که شده دفاع خواهد کرد. ببینید، مسئله مهمی که در توییت ایشون وجود داشت اینه که ایران خواهان صلح و ثبات در منطقه است. هیچ صلحی در این منطقه اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه منافع تمام کشورهای درگیر در موضوع زنگزور و موضوع حالا راه‌های مواصلاتی که به دالان زنگزور معروف هستش لحاظ شود. ایران خواهان اینه که در فرمت 3 به علاوه 3 حضور پیدا کنه، مذاکرات انجام بشه و تمام منافع تمام کشورهای درگیر در این موضوع لحاظ بشه و به زبان مشترک برسیم. بله، ممنون از شما آقای تبریزی، کارشناس مسائل بین الملل همراه ما بودید. اما برداشتن کبد سالم به جای طحال بیمار منجر به مرگ یک بیمار در آمریکا شد. جراحان بیمارستانی در فلوریدا به جای برداشتن طحال ویلیام برایان، کبد او را برداشتند که باعث شد روی تخت جراحی در اتاق عمل بمیرد. حالا خانواده او از مقامات بیمارستان شکایت کردند. گفته شده این دومین اشتباه پزشکی مرگبار پزشک این بیمار در 2 سال گذشته است. اگر برایان بیمار دکتر شکنافسکی نبود، می توانم بگویم قضیه فرق داشت، اما شما وقتی در جایگاه پزشک هستید، حتی در موارد غیر جراحی هم باید خیلی دقیق بیمار را معاینه کنید. پزشک هرگز نباید با هیچ فردی چنین کاری کند.
امیدوارم این بلا سر هیچ کس نیاید. بر اساس تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز، هر سال 371,000 نفر در آمریکا بر اثر تشخیص نادرست جان خود را از دست داده و 424,000 نفر هم معلول می شوند. در حمله موشکی رژیم اشغالگر به کرانه باختری 6 جوان فلسطینی به شهادت رسیدند. در این حمله که در توباس واقع در شمال کرانه باختری انجام شد، اشغالگران جوانان فلسطینی را در داخل خودرو هدف قرار دادند. فلسطینی‌ها در مراسم پیکر شهدا در حمایت از مقاومت و گردان‌های زدین قسام شعار سر دادند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از هفته گذشته و آغاز تجاوز به کرانه باختری 39 نفر در این منطقه شهید و بیش از 145 نفر هم زخمی شدند. رژیم اشغالگر امروز همچنین به اردوگاه العین در نابلس یورش برد و شمار نظامیان خود را در جنین و نابلس افزایش داد. صهیونیست‌ها که از 9 روز پیش به کرانه باختری یورش بردند، با ماشین جنگی خود در حال تخریب تأسیسات زیربنایی و اموال مردم هستند. اشغالگران امروز چند خانه فلسطینی‌ها را در جنین و طولکرم منفجر کردند. همچنین بر اثر بمباران اشغالگران علیه تجمع مردم در مجاورت بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه 4 نفر به شهادت رسیدند. 4 فلسطینی هم در اردوگاه آوارگان دیرالبلح در مرکز نوار غزه شهید و تعدادی مجروح شدند. در حمله صهیونیست‌ها به منازل مسکونی در مجاورت مدرسه شهدای زیتون در جنوب شرقی شهر غزه هم دست کم 2 نفر شهید و شماری زخمی شدند. 4 نفر دیگر هم در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. آخرین آمارها از نوار غزه از شهادت دست کم 20 نفر از صبح امروز حکایت دارد. رزمندگان مقاومت هم در پاسخ به این جنایات شهرک صهیونیست نشین بعیری و یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را در اطراف غزه هدف حملات موشکی قرار دادند. حزب الله در پاسخ به حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی جنوب لبنان در 3 عملیات با استفاده از پهپادهای انتحاری و موشک کاتیوشا پایگاه‌های راهبردی نظامیان صهیونیست را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه میشیم. آقای عظیم‌زاده سلام، بفرمایید حزب الله امروز در مجموع چند عملیات اجرا کرد و به طور مشخص چه اهدافی رو مورد اصابت قرار داد؟ خانم حسین‌زاده، بینندگان محترم سلام، شبتون بخیر. حزب الله لبنان از صبح امروز تا الان 8 بیانیه صادر کرده از انجام 8 عملیات خبر داده. در 3 عملیات مهم حزب الله در پاسخ به حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته به منطقه مسکونی در جنوب لبنان، ابتدا در عملیاتی ترکیبی به وسیله موشک های گراد کاتیوشا و همچنین پهپادهای انتحاری خودش پادگان راموت نفتالی نظامیان صهیونیست رو هدف قرار داد، بعد با دسته ای از پهپادهای انتحاری این بار مقر فرماندهی گردان سهل نظامیان صهیونیست در پادگان بیت هلر رو هدف قرار داد. حزب الله مشخصا در پاسخ به حمله صبح امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به منطقه کفرا در جنوب لبنان که منجر به شهادت 1 نفر و مجروح شدن 1 نفر دیگه شد، با دسته ای از پهپادهای انتحاری این بار مقر فرماندهی تیپ 300 غربی ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب پادگان یعرا در منطقه الجیل غربی
غربی در شمال غربی سرزمین‌های اشغالی رو هدف قرار داد. همچنین حزب الله یک تجمع نظامیان صهیونیست رو که به دقت رصد می‌کرد با موشک‌های هدایت شونده خودش در تپه تیهات هدف قرار داد. استحکامات سه پایگاه نظامیان صهیونیست، پایگاه‌های هانیتا، مالکیه و همچنین رویسات علم در بلندی‌های تپه‌های اشغالی کفرشو با هم دیگر هدف عملیات امروز تهاجمی حزب الله بود. همچنین حزب الله لبنان به وسیله موشک‌های هدایت شونده خودش هم تجهیزات جاسوسی نظامیان صهیونیست رو در پایگاه برکت ریشا هدف قرار داد. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم از صبح امروز تا الان به 4 منطقه در جنوب لبنان از جمله به میسل جبل و همچنین شبعه حملاتی رو داشته. خیلی متشکرم از شما حسن عظیم‌زاده همکارم از جنوب لبنان همراه ما بود. عضو ارشد حماس گفت محور فیلادلفیا، مرزهای مشترک فلسطین و مصر است و حضور رژیم صهیونیستی در آن به معنای تداوم اشغالگری است که حماس آن را نمی‌پذیرد. اسامه همدان تاکید کرده نتانیاهو هرگز خواهان عقب نشینی از محور فیلادلفیا نیست و آمریکا هم یا از مهار رفتار رژیم اشغالگر عاجز است و یا خواهان مهار آن نیست. It is the book, the prince. وقتی نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریارش نوشت هدف آنچنان مطلق است که هر وسیله ای را بایستی در راه آن قربانی کرد، شاید هیچ وقت فکر نمی کرد 400-500 سال بعد از مرگش یک گرد تروریست یک سرزمین را با همین ایده اشغال کند و منطق آن گرده تروریست همان حرف او باشد. هدف وسیله را توجیه می کند، مثلا این توجیهات: منطقی که با آن در همه این 7 دهه و اندی جنایت زیر میز هر توافقنامه‌ای که امضا کرده زدن. از قرارداد اسلو که قرار شد بعد از 5 سال کشور فلسطین تشکیل شود تا ادامه دادن به شهرکسازی ها و حالا هم که در غزه گیر افتادن، بعد از ضربات جبران ناپذیری که در 7 اکتبر خوردن، حالا زیر توافقنامه فیلادلفیا زدن. توافقنامه ای که نخستین بار 45 سال پیش بین مصر و رژیم صهیونیستی بسته شد. اهمیت محور فیلادلفی برای مردم غزه از این جهت هستش که دور تا دور نوار غزه رو سرزمین های اشغالی احاطه کرده و تنها جایی که از غزه میشه به دنیای خارج ارتباط داشت محور فیلادلفی است. اما برای نتانیاهو اهمیتش از زاویه دیگری است و اون اینه که با تأکید بیجا روی محور فیلادلفی میتونه بهانه‌ای داشته باشه برای اینکه جنگ رو ادامه بده و زیر بار توافق آتش بس نره. نتانیاهو میخواهد برای یک توافق زیر توافقنامه‌ای دیگر بزند، موضوعی که صهیونیست‌ها را گرفتار چنگانگی و چند دستگی کرده. اسرائیل 19 سال پیش محور فیلادلفیا را تخلیه کرد و نتانیاهو به تصمیم تخلیه آن رأی مثبت داد. نتانیاهو در جنگ زحمت اعزام ارتش به محور فیلادلفیا را به خود نداد. نتیجه اصرار نتانیاهو برای تسلط بر فیلادلفیا اعتراضات خانواده‌های اسرای صهیونیست و شهرک نشین‌ها را به دنبال داشته. یک ماه مانده به یک سالگی عملیات طوفان الاقصا، نه اسیری آزاد شده و نه حماس از بین رفته. الله اکبر! ای مکسر! و حالا هم تحرکاتی از طوفانی جدید، البته این بار از کرانه باختری، مشاهده می شود. نتیجه 11 ماه جنگ در غزه با هدف نابودی حماس شده شهادت 40,000 غیر نظامی که فقط 17,000 تایشان کودکند و همه این شکست ها زیر پای نتانیاهو را سست کرده. توجیه نتانیاهو برای زیر پا گذاشتن توافق فیلادلفیا یک هدف دست نیافتنی دیگر است: اشغالگری از راه دور. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما. 3 خبر کوتاه. در تیراندازی یک نوجوان 14 ساله در ایالت جورجیا، 2 دانش آموز و 2 معلم کشته و 9 نفر هم زخمی شدند. از ابتدای سال جاری میلادی 218 تیراندازی در مدارس آمریکا انجام شده که 46 کشته داشته.
صدر اعظم آلمان با تاکید بر کمک نظامی به اوکراین گفت بودجه لازم تامین شده تا اوکراین بتواند برای دریافت کمک‌های نظامی روی آلمان حساب کند. بر اساس مطالعه مؤسسه اکیوریسی، از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد 7 شرکت بزرگ اروپایی سازنده تسلیحات و شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی 60% افزایش یافته است. وزارت امور خارجه روسیه اقدامات آمریکا علیه شبکه دولتی آرتی روسیه را پرونده سازی خواند که هدفش ترساندن مردم آمریکا است. آمریکا روز گذشته با تحریم 2 خبرنگار روسی به اتهام مداخله در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، 32 شرکت اینترنتی را به اتهام نشر اطلاعات نادرست توقیف کرد. الگوی کشت بر اساس الزامات قانونی اجرا می شود. آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی گفته با مشوق‌هایی که وزارتخانه در اختیار دارد کار را به سمتی سوق خواهد داد که کشت‌های مناسب اقلیم کشور اجرایی شود. قبلا اینو 1050 می فروختیم، الان که مشتری نیست اینو 200 تومان کسی نمی خره. رفع ناترازی منابع تولید با ترازوی الگوی کشت. یکی از اهداف الگوی کشت اینه که بتونه در راستای منافع کشاورزان حرکت بکنه، در عین حال که منافع ملی را بتونه در نظر بگیره. الگوی کشت یک سند ملی است که از 2 سال قبل در کشور اجرایی شده. آنچه که در وزارت جهاد کشاورزی بهش پرداخته شد سند کشت استانی است تا الگوی کشت، یعنی اینکه استان‌ها چه بکارن چه نکارند. نظارت بر اجرای الگوی کشت با سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی است. در طول این 2 سالی که الگوی کشت برای محصولات زراعی در حقیقت تدوین به روز رسانی و ابلاغ شد، الان در همین سطح 2 میلیون هکتار سطح زیر کشت آبی و 4 میلیون هکتار سطح زیر کشت دیم، امسال هم مثل سال گذشته حداقل 6 تا 6.5 میلیون تن نسبت به سال 1400 افزایش تولید خواهیم داشت. گندم من بله 100% هدف من تحقق پیدا کرده، ولی وقتی این جوی ما که در واقع ما وارد کننده جو هستیم نتونستیم ما اونو تحقق پیدا بکنه، خب یعنی اینکه ما به اون هدفمون نرسیدیم. طرح الگوی کشت چالش هایی هم در اجرا دارد. باید همه دستگاه ها در قالب یک کمیته، یک شورای راهبردی پای کار بیان و همه سهم خودشون رو انجام بدن. وزارت کشور باید پای کار بیاد، وزارت مسکن باید پای کار بیاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و و و. در قانون برنامه 7 هر گونه حمایت قیمتی و غیر قیمتی دولت از کشاورزان ذیل اجرای طرح الگوی کشت تعریف شده است. کلیه حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی که باید بخواد انجام بده باید در چارچوب این الگوی کشت شکل بگیره و اگر انجام نشه به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی حساب میشه. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرای درست طرح الگوی کشت حدود 130 تا 150 مت بودجه نیاز است و علاوه بر آن همه دستگاه‌های اجرایی زینقش باید در اجرای آن به سهم خود مشارکت داشته باشند. علیرضا شوکتی، خبرگزاری صدا و سیما. معاون تعاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در برنامه صف اول از تشکیل تعاونی‌های نیروگاهی با هدف حل بخشی از ناترازی برق در کشور خبر داد. به گفته آقای ویس کرمی در گام نخست 30 شهرک صنعتی به عنوان نقاط هدف شناسایی شد. اینها در کنار همون شهرک صنعتیشون نسبت به ایجاد نیروگاه تولید برق، اون هم از محل انرژی های تجدید پذیر اقدام بکنن. اینو ما وارد شدیم، با شرکت شهرک های صنعتی کشور مذاکراتی رو انجام دادیم. اتفاقا 1000 میلیارد تومان از محل منابع بانک توسعه تعاون هم از محل خط اعتباری که داریم اونجا صرفا به این مسئله اختصاص دادیم و این رو داریم ورود میکنیم. جدای از این مسئله و این برنامه که داریم پیش میبریم، امروز که من خدمت شما هستم الحمدلله 102 مگاوات نیروگاه رو در دست ثبت و در دست اجرا داریم انشاءالله.
همچنین در برنامه میز اقتصاد امروز هم موضوع ریشه ها و راهکارهای برطرف کردن ناترازی برق بررسی شد. آقای تقی‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان برق گفته در برنامه پنجم 25,000 مگاوات افزایش ظرفیت نیروگاهی هدف گذاری شده که حدود 15,000 مگاوات آن محقق شده. این رقم در برنامه ششم به 14,000 مگاوات رسید. ناترازی برق، موضوعی که این بار در میز اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت نامی تقریبا حدود 63,000 مگاوات بسته به شرایط آب و هوای سالها ما می توانیم از این استفاده کنیم. فاصله این توان، یعنی توان نامی با تقاضای واقعی که وجود داره میشه همین اعداد ناترازی. این ناترازی عددی بالغ بر 16,000 مگاوات هست که البته کارشناس برنامه معتقد بود کلمه ناترازی اهمیت موضوع را کم کرده است. قبلا به واژه خاموشی اشاره میکردیم، کمبود اشاره میکردیم، خب یه مقداری واژه رو زیباتر کردیم. مسئله شاید اونجوری که عمق نگرانی و ناراحتی رو باید ایجاد بکنه با این واژه زیبای ناترازی پشت این واژه پنهان شده. لازم است سالانه 5% به ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور افزوده شود. چرا؟ اولین عامل رشد مصرف مشترکین خانگی است. دوم رشد مصرف مشترکین صنعتی است. مطلب سوم پیر شدن نیروگاه‌ها هستش. و مطلب آخر بحث افزایش دما هستش. ما به ازای هر یک درجه سانتیگراد که دما افزایش پیدا کنه حدود 1800 مگاوات مصرف بالا میره. و دلایل بی انگیزه شدن سرمایه گذاران. در سال 1392 یه سری قراردادهای در حقیقت به اسم بیع متقابل منعقد شد که قرار بود واحدهای گازی تبدیل به سیکل ترکیبی بشن. قرارداد 92 بسته شد ولی 92 هیچ کدوم اجرا نشد. ما 3 سال تقریبا با آقایون رفع مشکل قرارداد رو انجام میدادیم. 3 سال تا 4 سال تو بین دستگاه‌های دولتی و قرارداد از 95 شروع شده. ما طی 3 سال گذشته قریب به 48 واحد نیروگاهی که فرمودن 14 واحدش بخش بخاره که هر واحد بخار سالی 250 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی سوخت داشته. این واحده رو کی سرمایه گذاری کرده؟ ما با کمال افتخار عرض میکنیم این رو بخش خصوصی اصلا انجام داده. امروز که من دارم با شما صحبت میکنم 15 واحد 160 مگاواتی وارد مدار شده ولی هیچ پولی بابت اینا متاسفانه پرداخت نشده. و البته سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری مهمترین راهکار کاهش این ناترازی. تینا صالحی، خبرگزاری صدا و سیما.